در اواسط هفته جاری کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان در گفتگو با خبرنگاران درباره نشست سوم دوحه گفت که سه خواست اصلی حکومت سرپرست که شامل رسمیت شناسی، رفع محدودیت‌ها و بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان بودند تا هنوز تحقق نیافته است. با این حال مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه نیز گفته است که فرمایشات جامعه جهانی زیاد است اما نشانه‌ای از همکاری آنها با افغانستان وجود ندارد. اما از سوی دیگر معاون سیاسی ریاست الوزراء در نشست ملی کار گفته است که امارت اسلامی در حال نزدیک شدن به تعامل با دنیاست و تعاملشان در حال گسترش است. این در حالی است که کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان همچنان گفته که قرار است نشست چهارم دوحه درباره افغانستان نیز از جانب سازمان ملل متحد برگزار شود. او اما درباره جزئیات بیشتر و زمان مشخص این نشست چیزی نگفته است. سلام، به این برنامه ترجمان سیاسی از راه فردا خوش آمدید. در این برنامه در مورد یک سری انتقادها از کوتاهی و عملکرد ضعیف جامعه جهانی نسبت به افغانستان را میپردازیم و بررسی میکنیم. در خدمت آقای دکتر اکرم عارفی استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر عارفی سلام، بر شما بسیار خوش آمدید. به عنوان ورودی و بحث اگر نگاهی بندازیم به نوع این نگاه و برخورد فعلی جامعه جهانی و افغانستان که چگونه هست و شما چگونه میبینید؟ باید بگویم که جامعه جهانی یک سیاست دوبعدی را یا دوزوئی در پیش گرفته. از یک طرف سیاست گفتگو و تعامل است، همیشه سعی کرده که دولت افغانستان را وارد تفاهم بسازه و اونا را وادار بکنه به همکاری های بیشتر با کشورها و جامعه جهانی، و این سیاست مثبت و نرم است که در پیش گرفته، و از طرف دیگر هم یک سر خواستهایی داره و فشارهایی را و محدودیت هایی را در قالب اقدامات قانونی پیش میبرند تا بتونه دولت افغانستان بیشتر به تغییر موضع وادار بکنه. اینا سیاست شمی رقم است. این در اصل یک نگاه تعاملی و مثبت با احتیاطات بیشتر و فشارهای ملایم بیشتر این سیاست در پیش میبرند. مشخصا در مقابل امارت اسلامی چه انتظارات و خواستهایی از جامعه جهانی داره که اخیرا ما شما شنیدیم که انتقادهای صورت گرفته از سوی برخی از مقامات امارت اسلامی که جامعه جهانی نسبت به ما کوتاهی میکنه، عملکرد ضعیفی داره، انتظارات بیشمار داره از ما، اما همکاریشان به صفر رسیده. خواستایی که کشورها تا حالا مطرح کرده، خواستایش تعادل نیز شده مشخص هن، اولی که مسئله خود مشروعیت دولت کنونی افغانستان است که این دولت بر اساس اون رویه ها و روش های شناخته شده جهانی روی کار نیامده و از طریق زور و اقدامات مسلحانه روی کار آمدن. بنابراین اونا فعلا هم منشور سازمان ملل و هم ارزش ها و قوانین عرف بین المللی به این سمت پیش می روه که مسیرهای غیرقانونی برای که صاحب قدرت را کاملا در دنیا ببنده و سعی کنه که جوامع را وادار بکنه به چرخش قدرت از طریق اراده مردم و بر اساس رضایت مردمی. بنابراین این نقطه اوله که مشروعیت باید بر اساس اون عرف تعریف شده در افغانستان مورد توجه قرار بگیره. مسئله دوم راجع به اون ساختار قدرت است که تک حزبی است در افغانستان و جامعه جهانی انتظار دارن که تکثر و تنوع در این ساختار به وجود بیاید، بیان تمامی قدرت در دست یک گروه سیاسی، یک جناح سیاسی قرار نگیره که باعث راندن و دور شدن گروه های دیگر از قدرت بشه. یه خواسته دوم است که اونا باید تعبیر میکنه دولت همشمول و فراگیر به این قسم ها. خواسته سومی که مطرح است بیشتر ارزش ها و معیارهای حقوق بشری است که اونا مطرح میکنه، و این باز یک لیست طولانیه. این مسئله حقوق بشری یک لیست طولانی است که اونا انتظار داره که باید دولت افغانستان در نظر بگیره که او شامل سیاست های فعلی زنان میشه، سیاست های جزایی و قضایی امارت اسلامی میشه و سیاست های فرهنگی میشه و بخش سیاست های اجتماعی. یک لیست بسیار طولانیه که اونا یکی یکی باید مورد توجه قرار بده. آقای دکتر، همونطور که اشاره کردیم، بر علاوه انتقادهایی را که گاهن جامعه جهانی از افغانستان مطرح میکنه، خب خواستهایی را هم داره که شما به او اشاره کردیم، اما از طرف دیگر ما شما صحبت های سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی را میشنیدیم که گفته بود دنیا خواستهای بیشمار داره، چیزی که پیشتر اشاره کردم، اما در مقابل نشانی از همکاری آنها با افغانستان و چشم نمیخوره. آیا فکر میکنید که واقعا جهان نسبت به افغانستان کوتاهی میکنه و عملکرد ضعیف داره؟ آیا انتظارها، توقعات و خواستهای جامعه جهانی از افغانستان دور از حقیقت بیجا است؟
جامعه جهانی سیاستش تعامل است، همکاری است، سیاستش فشار زیادی که بتونه دولت افغانستان کاملا آسیب برسانه یا یک پیامد بسیار منفی روی مردم و شهروندان و ساکنین افغانستان با وجود بیاید، اینا در پیش نداره. در مجموع یک ریکرد مثبت وجود داره. خب سخن در این هستن که لیست را که کشورهای دیگر نسبت به مطالبات خود در افغانستان مطرح میکنه، اونا انتظار دارن که این خواسته ها و لیست های یکی یکی از سوی دولت کنونی افغانستان برآورده شوه تا راه برای اقدامات جامعه جهانی فراهم گردد. گیره کار یا سختی کار در اینجاست که آیا اول جامعه جهانی گام هایی بردارد تا دولت افغانستان یک قدم گام های مثبتی برداره، یا این که دولت افغانستان باید اول یک اصلاحات را، یک تغییرات را، یک اقدامات مثبت را انجام بدن در پاسخی به او جامعه جهانی گام هایی برداره. به نظر میرسه که به اعتمادی شدید بین دو طرف وجود داره و این به اعتمادی مانع از این شده که تا حالا هر طرفی بتونه یک گام های اعتماد ساز و مثبت را برداره که طرف دیگری هم در تداوم یک گام های مثبت برداره. از این جهت است، یعنی دولت افغانستان تا حالا نسبت به خواست های جامعه جهانی توجه جدی نشان نداده، مرتب از اونا درخواست های مطرح کرده که شما باید این کارها را انجام میدید، در صورتی که جامعه جهانی میگه نه، شما گام های اولیه را بردارید. اینجاست که هنوز نتونسته به یک نقطه مشترک دست پیدا بکنه. خب با توجه به این جوان، اگر همچنین کماکان ادامه پیدا کنه، آیا فکر میکنیم که تفاهمی بین دو طرف ایجاد خواهد شد، صورت خواهد گرفت؟ یعنی تا حالا جریان کار خیلی بدبینانه نبوده، یعنی تا حالا که ما میبینیم قدم به قدم ولی بسیار آهسته بسیار آرام دیدگاه ها نسبت به همدیگر و ماضی همدیگر نزدیک شده رفته. این نزدیکی یک خوشبینی ملایم را به وجود آورده که در آینده هم از سوی امارت اسلامی یک گام های برداشته شود و هم جامعه جهانی سیاست های خود را ملایم تر بسازه. ما در دوحه سه شاهد بودیم که در او دوحه سه موضع جامعه جهانی و سازمان ملل خیلی ملایم تر بود از اون دوحه دو، و موضع امارت اسلامی هم خیلی به ظاهر ملایم تر بود، یعنی آماده گفتگوهای بیشتر بودن. ولی باز صحبت های دوسته که دوحه چهار شکل بگیره، اگر دوحه چهار شکل بگیره خب حتما یک امیدهایی برای دو طرف ایجاد شده، یک وعده هایی باید به وجود بیایه، یک انتظاراتی که میتونه یک گام مثبت رو نشان بدن. پس این پروسه در مجموع پروسه ای امیدوار کننده است، یک نگاه مثبتی. ولی سخن در اینجاست که این در دو لایه میتونه این خوشبینی مطرح شود. در یک لایه، در یک سطحی حتما دو طرف میتونه زبان همدیگر رو درک کنه، به یک نقطه های مشترک فکری و سیاسی برسه، حرکت بکنه. ولی باز یک لایه بسیار سخت هم وجود داره که در اون لایه هیچ گونه تفاهمی ممکنه صورت نگیره. اون ارزش های بنیادی که امارت اسلامی میگه ما 20 سال یا بیش از 20 سال برای آن جنگیدیم، مبارزه کردیم، در صورت که جامعه جهانی اون ارزش ها را، ارزش های خاص یک گروه سیاسی در یک کشور و جغرافی سیاسی میبینه، نه ارزش های جهانی و جامعه بین المللی، اینا هم برای از اونها قابل قبول نخواهد بود. یک نقطه سخت است که آیا میتونه دو طرف از اون عبور بکنه یا نادیده بگیره ارزش‌های هم دیگر یا نه. اینجا یک کار سخت در پیش روست که خیلی مایه امیدواری نیست. با توجه به این تفاوت دیدگاه ها، اما بیم در داخل خود افغانستان، از یک طرف ما شما میشنویم که آقای مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه او رقم میگه که دنیا با ما همکاری نمیکنه، از طرف دیگر انتظاراتشون از ما زیاد است، همکاریشون کم هست. اما سوی دیگر معاون سیاسی رئیس الوزرا آقای مولوی کبیر میگه که امارت اسلامی در حال نزدیک شدن به تعامل با جهان است و این تعامل در حال گسترش است. فکر میکنین با توجه به این تفاوت‌ها یا تفاوت در تعاریف و دیدگاه‌ها، چه تعریف و برداشت ما شما از سیاست فعلی یا روابط فعلی امارت اسلامی با جهان میتونیم به دست بیاریم داشته باشیم؟ آیا واقعا داره به مشکل میخوره این روابط، یا به قول آقای مولوی عبدالکبیر که در حال گسترش است؟ اون چیزی که فعلا ما میبینیم اینه که همکاری های حد اقلی بین دو طرف صورت گرفته، هم از طرف دولت افغانستان و هم از طرف جامعه جهانی. این همکاری های حد اقلی صورت گرفته نسبت به مسائل حقوق بشری و مسائل انسانی، مساعدت های زیاد از سوی جامعه جهانی صورت گرفته، نسبت به بعضی نهادهای دولتی افغانستان مثل وزارت صحت عامه، مثل وزارت معارف، هنوز حمایت ها و کمک های جامعه جهانی به افغانستان میرسه. و نسبت به بعضی پروژه هایی که در گذشته ناتمام مانده بود، این بار باز هم یک ریکرد مثبت نشان داده شد
که این جوها و سازمانها و کشورها آمادگی دارن که بعضی پروژه های ناتمام رو پیش ببرن. خب این تعاملات رو ما میبینیم و از طرف دیگر نسبت به روابط اقتصادی و تجاری افغانستان یک نگاه مثبت تا حالا وجود داشته. افغانستان با کل کشورهای همسایه در یک رابطه بسیار خوبی تجاری قرار دارن و دنیا این روابط را پذیرفته، یعنی تا حالا انتقاد و ممانعت در جهت این روابط به وجود نیامده. خب این اگر نگاه خوشبینانه است یک وضعیت خوبیه، این یک همکاری های حداقل است، ولی انتظار اینه که 3 سال سپری شد، در بعد از 3 سال باید گام های بنیادی تر و اساسی تری برداشته می شد که اون گام های اساسی از نگاه دولت افغانستان اینه که دولت افغانستان به رسمیت شناخته شود، کرسی افغانستان در سازمان ملل باید به افغانستان واگذار شود، محدودیت های گسترده ای که نسبت به رهبران و مقامات طالبان وجود دارد از لحاظ مسافرت، این محدودیت ها و تحریم ها برداشته شود و بعد اون اموال دارایی افغانستان که بلوکه شده اونا باید آزاد گردد. خب اینا مسائلی که دولت افغانستان مطرح میکنه. از طرف دیگر جامعه جهانی هم خواسته هایی را مطرح کرده که اون خواسته ها باید اجرا شود. در این زمینه دو طرف هنوز به راه حل مثبت و مشترک دست پیدا نکردند. تلاش ها در این زمینه است. بنان انتظار این میره که از این همکاری های حداقلی باید فراتر حرکت کنه و دامنه همکاری ها را توسعه بدن تا اون معضلات که برای دولت افغانستان وجود داره اون معضلات هم برطرف شود و اون نگرانی و تشویشی که برای جامعه جهانی نسبت به ارزش ها و معیارهایشون وجود داره اون نگرانی ها هم به حداقل برسه. به خواسته دو طرف و انتظارات دو طرف از هم دیگر اشاره کردین آقای دکتر عارفی، جدای از سایر خواسته های امارت اسلامی از جهان، همین بحث تحریم ها بالای سفر و ممنوعیت سفر شما از مقامات امارت اسلامی فکر میکنید تا کی ادامه خواهد داشت و چه زمان برداشته خواهد شد؟ تا او جایی که دیده می شود و رویه بعض قدرت های بزرگ بوده اینه که تا از طرف افغانستان یک وعده جدی یا یک گام عملی در جهت پذیرفتن بعضی معیارها و ارزش ها و اصول جامعه بین المللی داده نشود بسیار سخت است که او تحریم های به صورت یک جانبه برداشته شود. تنها ابزاری که جامعه جهانی در اختیار دارد همین محدودیت ها است و همین قیودات است که سر دولت افغانستان وضع کرده. ما در گذشته نسبت به لیبیا زمان قذافی شاهد این بودیم. سالها تحریم ها و فشارها را وارد کردند تا اینکه قذافی اون زمان را وادار به عقب نشینی کرد. نسبت به ایران هم ما میبینیم که چندین دهه است که محدودیت ها و تحریم ها روی ایران اعمال میشود و هنوز جامعه جهانی را بر نداشته. ما نسبت به امارت اسلامی دوره قبلا میبینیم که 5 سال تحریم های ادامه پیدا کرد و جامعه جهانی کوتاه آمد. این بار همین مثلا میتونه تکرار شود. یعنی جامعه جهانی خیلی ضرورت نمیبینه و نیاز هم نداره که حتما یک تسهیلات را یک اقدامات مثبت را به نفع امارت اسلامی بردارد، در صورتی که طرف امارت اسلامی مطابق به ارزش ها و عرف بین المللی گامهای مثبت برداشته نشود. بنابراین اگر به یک نقطه مشترک دو طرف دست پیدا نکنه این وضعیت میتونه بسیار به صورت تا یک مدتی نامعلوم ادامه پیدا بکنه. چه راه حلی برای دست یافتن به اون نقطه مشترک وجود داره جناب آقای دکتر؟ چگونه میشه که این بستر فراهم شود تا منجر به گسترش روابط افغانستان با جهان شود و یک شدن این آبها و از بین رفتن این حس به اعتمادی در مقابل هم دیگر فعلا حاکم است؟ به نظر میرسه که یک راه حلش اینه که ما بیاییم واقعیت ها رو بپذیریم. یک واقعیت ها چیه؟ واقعیت یعنی تنوع سیاسی، تنوع فرهنگی، تنوع فکری و اعتقادی در سطح جهان است. این به نظر من یک نکته بسیار بنیادی است. جامعه غربی خیلی آمادگی خود نشان نداده برای پذیرش تنوع فرهنگی و فکری و اعتقادی و سیاسی در سطح جهان. تمامی نظام هایی که با لیبرال دموکراسی همخوانی ندارند، تمام ارزش ها و فرهنگ هایی که با ارزش های لیبرالی تناسب ندارند از نظر زنها، اینا باید جلوش گرفته شود، با اونا برخورد شود. به نظر من یکی بسیار یک نگاهی دیکتاتورانه است در سطح جهانی که ما بخواهیم دنیا را به لحاظ نظام سیاسی تک نظام بسازیم، به لحاظ فرهنگی تک فرهنگ بسازیم و به لحاظ ارزش ها تک ارزشی بسازیم، این ناممکن است و شدنی هم نیست و یک فکر نادرست اصلا. چرا کل بشر و کل انسان ها، کل جامعه، کل قاره ها به لحاظ فرهنگ، سیاست، ویژگی ها همه یک نوع شود؟ این بسیار خطرناک است. بنابراین اگر اون غرب اون تنوع را در همه بخش ها نپذیرند کار سخت است. خب این یک واقعیت است، یعنی این تنوع باید بپذیرند. از طرفی دولت های ملی که روی کار میاد، چی در افغانستان که امروز موضوع صحبت ما و شماست،
چی هر دولت ملی دیگر باشد. دولت ملی امروز مثل دولت‌های ما قبل مدیر نیست که صرفاً در جغرافیای سیاسی خود 100% عمل بکنه و صرفاً بر اساس ارزش‌های خود، سیاست‌های خود، میراث‌های خود در اونجا عمل بکنه. جامعه جهانی اگر نیستش ملی است، نیستش جهانی است. این روابط امروز بیش از حد در گره و پیوند همدیگر قرار گرفته و مسائل بسیار زیادی وجود داره که اونا از دایره و جغرافیای ملت‌ها و سرزمین‌ها فراتر رفته، منطقه‌ای شده، جهانی شده. خب این واقعیت باید امارت اسلامی بپذیره که ما تنها افغانستان جدا در یک قاره یا در یک منطقه به نام جنوب آسیا زندگی نمی‌کنیم. ما یک کشوری هستیم که در یک جامعه کلانتر جهانی زندگی می‌کنیم، یا در یک منطقه کلانتر آسیایی زندگی می‌کنیم، یا در یک محیط جنوب آسیا زندگی می‌کنیم. خب جنوب آسیا خودش الزامات را سر ما به وجود میاره، آسیا خودش الزامات را برای ما به وجود میاره، جهان خودش اگر الزامات را برای ما به وجود میاره، یک معیارهای مشخصی را تعریف کرده. اینا را باید بپذیریم. اگر نپذیریم، ما بیاییم با تمام اصول و ارزش‌هایی که فعلا وجود داره در ستیز قرار بگیریم، به خاطر از اینکه ما یک دولت جدا هستیم، یک جغرافیای جدا هستیم، یک سرزمین جدا هستیم، ارتباط نداریم، یک چنین چیز هم غیر واقع بینانه است. یعنی دنیای امروز دیتو نیست که همه چیزشان جدا باشد و این واقعیت را بتر در عمل ما میبینیم. در عمل میبینیم، اون تو از لحاظ فکری و ذهنی هنوز آمادگی پذیرفتن این نظریه ما پیدا نکردیم. بنابراین دولت‌های ملی هم باید سطح تعاملات خود را با جهان بیشتر بسازه و این زمان است که اینها منتنوع و تکثر ارزشی رو بپذیره. یعنی بعض ارزش‌های بین‌المللی ولو با ارزش‌های اسلامی و دینی اون ملت سازگار نباشد باید بپذیرن، منتها دایره‌شون فرق میکنه. آقای دکتر عارفی، یکی از موضوعاتی که در واقع روی این مسائل و روابط سایه افکنده ظاهرا دیده میشه مسئله امنیتی است و نگرانی های ناشی از امنیت که گاهن برخی از کشورها مثلا کشورهای همسایه ابراز میکنن و نگرانی دارن از این مسئله، و از طرف دیگر امارت اسلامی هم دیده میشه که همواره این نگرانی ها را رد کرده و گفته که افغانستان تهدیدی برای سایر کشورها نیست. فکر میکنید افغانستان چگونه میتونه که به مفهوم واقعی کلمه کشورها را قانع بسازن که واقعا افغانستان دیگر نمیتونه تهدید حساب شه؟ خب نکته مهم را شما اشاره کردید و من در صحبت‌های خود به این مسئله نپرداخته بودم، مسئله امنیتی. به این دلیل که به نظر میرسه که مسئله امنیتی امروز یک مسئله خیلی حاد و موزل و مهمی برای دولت افغانستان یا برای منطقه نیست. ما به این خاطر میگوییم زمانی که 3 سال پیش تحریک اسلامی طالبان در افغانستان به قدرت رسید، نگرانی های امنیتی یک نگرانی واقعی بود و بسیار جدی بود. با توجه به روابط گسترده ای که طالبان در گذشته با انواع گروه ها در منطقه داشتن و اینا در کنار هم بودن و تعهدات با هم داشتن و بازو گروه ها هر کدامش برنامه را در خارج از افغانستان در ذهن خود تصور خود داشتن، یقینا مسئله امنیتی یک مسئله بسیار جدی بود. ولی تجربه 3 ساله نشان داد که مسئله امنیتی را تا حدود زیادی امارت اسلامی افغانستان با او کنار آمده و در چارچوب دولت‌های ملی و ارزش‌های ملی تا حدود کنترل کرده. دیگه اون نگاهی اعتقادی فراملی که در جهاد و در مبارزاتشان بود، اون نگاه‌ها را تغییر داده. امروز قبول کرده که همسایه‌شان یک دولت مستقل است، یک باید اون احترام به استقلالشان گذاشته شود. از این جهت ما فکر می‌کنیم که مسئله امنیتی که از ناحیه افغانستان به عنوان یک تشویش و نگرانی برای منطقه و جهان مطرح بود، هر روز کمرنگتر شده میره و امارات اسلامی پذیرفته و این تعهد خود در عمل تا حالا نشان داده که ما نمیمانیم که افغانستان مرکز تهدید برای دیگران شود. و یک مسئله دیگر در امنیتی که حال جدیدن ما میبینیم که بیش از این که امارات اسلامی و افغانستان منشه یک تهدید باشد، بیشتر منشه و مراکز تهدید اینطور گسترش پیدا کرده و تنوع پیدا کرده که اونها فعلا برای افغانستان یک نوع نام ایجاد میکنه. مسئله داعش در این اواخر در مطبوعات زیاد آمده که مشخص نیست که داعش یک گروهی است که افغانستان به سر فعالیت از اونها شدن، یا اینکه نه از بیرون ساخته شده تقویت میشه برای ورود در افغانستان. اگر قضیه رقمی شده باشد که خطرناک ترین گروه در افغانستان که میاد در اینجا بعد از خاک افغانستان یک عامل تهدید و خطرناک برای دیگرها پنداشتن میشود، منشأش در بیرون از افغانستان قرار داره. اگر چنین باشد، پس معلومه که تنها افغانستان نیست که بستر نامنی یا زمینه‌ساز حضور گروه‌های خطرناک قرار گرفته، بلکه
منطقه و جهان و کشورهای دیگر بیشتر یا با مو اندازه در مسئله نامنی دخیل هستند. از این جهت این تو به نظر میرسه و پدیده نامنی که اول یک عنصر بسیار کلان در مسئله افغانستان بود هر روز کمتر میشه و این خودش یک دامنه وسیع تر رو میگیره که پای کشورهای دیگر در این زمینه بیشتر دخیل است تا مسئله افغانستان. بله آقای دکتر، از طرف دیگر میخواستم پرسان بکنم که چه بسرها یا زمینه های وجود داره تا افغانستان بتانه هم توجه کشورها را جلب بکنه و هم قناعتشان حاصل بکنه و هم بتانه امو مستندات خودش آن برای اونا مطرح بکنه یا ارائه بکنه. مثلا نشست های دوحه چندین نشست پشت سر هم گذشت، حال گپ از نشست چهارم هست. آیا این نشست ها فرصت میتونه برای استفاده بهتر افغانستان محسوب شده؟ یقینا این نشست ها میتونه تاثیر خود داشته باشه، تا حالا هم تاثیر خود داشته، حداقل اینه که یک فضای اعتماد را میتونه تقویت بکنه، یک بستری را برای گفتگو و تبادل نظر میتونه فراهم بکنه، یک آدرس مشخص را برای جر و بحث ها مشخص بسازه. اگر این گفتگوها متوقف شود، اون آدرس، اون فضا، اون اعتماد، اون زمینه به حد اقل میرسد. از این جهت این میتونه خیلی کمک کنه و بعد یقینا در درون این گفتگوها و این صحبتها، این پیشنهادها و اعتماد سازی ها میتونه گامهای عملی دیگری مساعد شود، فراهم شود. بنابراین در مجموع نشست دوحه نشست بسیار خوبی است که به ابتکار سازمان ملل روی دست گرفته شده، تقدیم میشه، پیش برده میشه، یک نکته بسیار مثبتی است. ولی سخن در این چنانچه که در گفتگوهای پیش هم اشاره کردم که هنوز ذهنیت دو طرف بسیار از هم فاصله دارن. وسط همکاری ها میتونه لایه‌بندی های مختلف داشته باشد. در بعضی سطوح و لایه های امکان همکاری زیادن، در بعضی سطوح به نظرم که برای دو طرف خط سرخ و خط قرمز قرار داره و دو طرف باید اون حساسیت های دیگری را، شرایط داخلی همدیگر را درک بکنن، نباید بیش از حد بر اون نقطه های ناشدنی پافشاری بکنه. بر حال اون تنوع و تکثر و تفاوت هایی که هر ملت دارن به لحاظ فرهنگی ورزشی، این تنوع باید به صورت نسبی فراهم شود. و تجربه ای را که ما در کشورهای دیگر هم گاهی دیدیم که وقتی که سازمان ملل یا جامعه جهانی یا بعض قدرت های بزرگ بیش از حد پافشاری میکنه بر تغییر ارزش های درونی یک کشور، اون کشور اگه تغییرها را در درون خود بیاره ممکن از درون دچار یک بی‌ثباتی و بحران گردد. بنابراین برایشان نمی‌صرفه که با خریدن بحران بی‌ثباتی در داخل آدم مشروعیت در داخل و یک همکاری در بیرون برخیزه. این وضعیت کنونی افغانستان هم هست. این امارات مشکل اساسیشان اینه، بر اساس یک ارزش‌های شکل گرفته که این ارزش‌ها کاملا در تعارض با ارزش‌های جامعه جهانی قرار دارد. اگر امارات اسلامی بیاید از تمام ارزش‌های داخلی خود دست بردارد، بدون شک بدون تردید در داخل دچار بحران خواهد شد، بی‌ثباتی خواهد شد و ممکن یک نوع درگیری‌های جدیدی در داخل افغانستان شکل بگیرد. خب این حساسیت‌ها، این خط قرمزها رو باید دینام درک کنه و امارات اسلامی هم باید به این نکته توجه داشته باشد. تا با این تفاوت‌ها ما یک توجه جدی نشان ندیم، یک طرفه پافشاری کنیم، به نظر می‌رسد که روزنه‌های تفاهم نهایی محدود خواهد. درست. خب آقای دکتر، بنا جنبندی بحث می‌خوام این سوال مطرح بکنم. با توجه به این حساسیت‌ها یا ذهنیت‌ها که شما اشاره کردین، ذهنیت‌ها، خواست‌ها و انتظارات مختلف متعدد و متقابل که بالای هم دیگر وجود داره و هنوزم همین امر و کوتاه نیامدن دو طرف در واقع باعث شده که او تفاهمی را که انتظارش می‌رفت و افغانستان انتظارش را داشت و دست نیامده، تا هنوز رای حل خلاصه این امر چی هست، در کجاست، چگونه میشه که این مسائل و این اختلافات برداشته شده و یک تفاهم کلی دست پیدا بکنه؟ رای حلش اینه که ما میگیم خواسته را که باید حتما درجه بندی و سطح بندی شود. بعضی خواسته هایی که براستی اگر اونا مورد توجه قرار نگیره میتونه برای کشورهای منطقه، برای کشورهای دورتر از منطقه خطرناک باشد. خب حق هر کشور منطقه‌ای است، حق کشورهای جامعه جهانی هم هست که نگذار از یک سرزمین، از یک نقطه خطر و تهدید و مشکلات برای دیگرا را پیدا بکنه با وجود بیه. این یک خواسته است. بعضی خواسته های دیگر این است که میگه که نه، تمامی جامعه، تمامی دولت ها و کشورها باید بر اساس ارزش های ما باید خود را تغییر بدن. این خواسته بسیار زیاده خواهانه است، بسیار آرمانگرانه است، بسیار دور از واقعیت است که تمامی جامعه و دولت ها بیاید بر اساس ارزش های یک قدرت بزرگ تغییرات بنیادی را در خود بپذیره. این الزامی هم ندارد. بنابراین اگر ما این صد خواسته ها را تنوع نسازیم، درجه بندی نکنیم، بعض قسمت هایش
مذاکره پذیر است، قسمت ها مذاکره پذیر نیست. اگر مذاکره پذیر باشه بسیار پرهزینه است. تا این تفکیک صورت نگیره به نظر من که نقطه تفاهم بسیار کم خواهد. بسیار تشکر، ممنونیم از حضور شما آقای دکتر اکرمی عارفی استاد دانشگاه و آقای مسئله سیاسی. از همه شما بینندگان عزیز و من هم تشکر میکنیم که تا پایان این بحث و برنامه با ما همراه بودیم. وقت همگی تان خوش. خدا نگهدار.